بسیاری از شما منتظرید ببینید ما چه خواهیم گفت در باب این سر و صداها. سوتی داده آقا، بگیرید و ببندید این سوتی مشیری را. من نمیدونم این بعض زبان فارسی رو ما دیگه آقا گم کردیم که این چه زبانی است. این زبانی نیست که ما باش صحبت میکردیم در ایران اومدیم. سوتی دادن دیگه من نمیدونم چی حالا سوتی ریشه چی از سوت، یعنی سوت زده. بله این سایت بالاترین عرض شود که دیدم با شرح و بست تمام که آقا سوتی داد بگیرید کتاب جعلی فلان شد بیسار شد این آقا. میخوام میگم آقا جان ریلکس به قول اینجا، یا آروم باشید لطفا، آروم باشید. عرض شود که ما امروز میپردازیم به مطلب سوتی و این داستان که گفتم خدمتون از قول اردشیر زاهدی و اون داستان. دیروز صبح یعنی من از اونجا که رفتم یه دوری دیگه به این نگاه کردم و یک نتایجی رسیدم. حدود ساعت 10 صبح با دوست گرامی آقای محمد صادقی صحبت کردم در این باب که این عبارات چنین هست و به نظر میاد که عرض شود که ممکن است که یک کسی جز زاهدی این رو نوشته باشد و اینا. و بعد از ظهر دیدم آقای سالکی چندین بار زنگ زده که آقا داستان چنین بوده و این کتاب چنین بوده و عرض شود که زاهدی گفته است از من نیست و از اینجور داستان ها که لازم است ما بهش یک اشارتی بکنیم. خدمت شما عرض کنم رژیم که سقوط کرد از اینجور داستان ها اتفاق افتاد، باعث حیرت همگان شد. نه اولین کتابی که در این زمینه بیرون آمد کتاب ویتنس نوشته آقای منصور رفیع‌زاده رئیس کل ساواک ایران در آمریکا بود، معتمد شاه بود. بله این کتابشه، ویتنس فرام دی شاه تو دی سیکرت آرمز دیل An insider account of U.S. involvement in Iran by منصور رفیع‌زاده former chief of SAVAK. اینا منصور خان خیلی مرد خوبی است. یک بارم بنده ایشون رو دیدم، یکی دو بارم تلفنی با ایشون صحبت کردم. بسیار بسیار مرد نازنین و خوبی است و از دوستان مرحوم عرض می شود که اون شهید بزرگوار هم بود، اهل کرمان، نویسنده معروف. اینها که در منزل ایشون رفت و بعد که مهمانی از منصور خان تمام شد رفت ایران، گرفتنش که با عوامل نمیدونم ضد انقلاب اون برا رو بروز شد. باری آقای رفیع‌زاده در این کتاب عرض شود که ایشان در هتل مشهور والدروف آستوریا در نیویورک چلو کبابی خیلی عظیم از اصفهان آورده بودن، هنرمندان درست کرده بودن اینها و رجال ایرانی که می اومدن در اون هتل مشهور از رستوران آقای منصور خان استفاده می کردن و صورت حسابا می رفت به سفارت و خلاصه بودجه کلانی در اختیار این مرد بود و ناگهان انقلاب شد و از اینجور داستان ها. بعد این کتاب آمد ویتنس چه میگوید؟ لطفا اون مقاله الیتواله و این مقاله است که لس آنجلس تایم در تحلیل کار آقای رفیع‌زاده کرده. فراز کتاب چیست؟ فراز کتاب میگوید که خیلی ممنونم عزیزم، بله لس آنجلس تایم نوشته این آقای ادعاهایی دارد اینا، که من وارد اتاق دیدم علم با اعلی حضرت مشغول کار جنسی هستن. آره شما فکرشو بکنید یه شاه 60 ساله با اون غروری که او داشت بیاد با یه بچه خانه نمیدونم 50 و چند ساله تو نیویورک در اتاق اونجا داشتن فلان عمل انجام میدادن. حالا من نمیدونم اگر آقای رفیع‌زاده نمی آمد در برنامه لری کینگ در CNN همین حرفا رو بزنه، آیا حالا میگفتن آقا این جعلیست، این اصلا آقای مانوئل آقای رفیع‌زاده نیست اینا. آقا اومده میگوید که من رفتم در اتاق که باز کردم دیدم که لخت اعلی حضرت با علم مشغول اون کار هستن. شما فکرشو بکنید. خب
آیا واقعا این قابل قبول هست؟ یک پادشاه مملکتی با اون سن و سال و با علم یه خانزاده اونچنانی با اون 50 چند سال سن اینا بیان تو چیز تو رخت خواب که چه بکنن؟ اصلا این حرف چه معنی داره؟ چه مایه این حرف فرومایه است؟ و هرچه دوستان ایشان مثل اون غلام کاظمیان اینا من شنیدم که سفارت کار میکنن آقا ننویس این مایه آبروریزی است ننویس، منصور خان گفتن که من چیزی که دیدم که نمیتونم ننویسم. اما به هر صورت میشه فهمید که به محضی که انقلاب شده خب بودجه ها قطع شده، این بزرگوارم خرج زیادی داشت و اینا، اون مخارج سنگین اجاره اون چلو کبابی و اون داستان ها و اون بودجه هایی که ساواک داشت و میامد اینا، یه مرتبه قطع شد. قطع شد و این داستان یک سر و صدایی کرد و اینها، و کسی هم نپذیرفت که آقا مثلا این پادشاه مملکت بیاد بره، مثلا یه چیزی است که واقعا مشمعز کننده است. این کتاب آمد، بعد یک کتاب آمد عرض کنم که دخترم فرح از ملکه مادر. ملکه مادر اینا زنده بود که این کتاب آمد بیرون. بعضی جاهاش هم آدم میخوان میگو آقا این نمیتواند جعلی باشد. مثلا در یک جا که یاد من هست میگویند با وقتی برفتیم به آمریکا و پرزیدنت کندی ما رو برد به رنچش، یعنی زمینش و اونجا زمین مزروعی و اینها، اون رعیتش، اون کشاورزش، اون کسی که اونجا کارای کشاورزش میکرد گفت های جک، در واقع جان رو جک میگن آمریکایی‌ها بعضی وقتا، که ما تعجب کردیم که چگونه در این مملکت، چه مملکتی است که این رعیت با دست کون میده و میگه هلو جک، یعنی نه احترامی نه لقبی نه چیزی. اینا نکاتی است که نمیتواند یک جاهل اینها رو بنویسد در واقع. حالا بماند، گفتن آقا جعلیس و معلیس و اینها گذاشته کرد. خیلی خوب، جعلیس. بعد این داستانی که اینجا آورده و این داتایلات، آیا این داتایلات رو میشود قبول کرد مطلقا؟ اصلا میسر نیست. نعمت الله نصیری رو نمیدونم کی بره در ملع آن فلان کار رو بکنه، اما آیا این به ذهنیت آقای زاهدی نزدیک هست؟ البته هست. این آقای زاهدی فحش میداد، فهاش بود متأسفانه. این از پدرش یاد گرفته بود، پدرش هم نمیدونم دیگه، بالاخره رؤسای مملکت زمانی فهاش بودن، فحشای رکی که زن و بچه میدادن به وزرا و به وکلا، میزدن با چماق این حرفا، اینا یاد گرفت. هویدا را هر جا میدید فحشای رکی که اینها در سفرشون به پاکستان که یه موردشه، علم میگوید که من دیدم این هویدا لرزان آمد گفت این زاهدی به من فوش زن و بچه داده و چنین و چنان کرده. گفتم خاک بر سر تو، نخست وزیر مملکت هستی، باید دستور بدی ببندش به چوب، نه اینکه فرار کنی با این عصا لرزان بیای پیش من. حالا هر جا که در واقع زاهدی بود، این بیچاره هویدا باید فرار میکرد. حالا بگذاریم که در اون کتاب همین منتسب ملکه مادر چه چیزی نوشته است که ما در دربار بودیم و هویدا دراز کشیده بود، آقای زاهدی وارد شد و چه گفت، اینجا در تلویزیون نمیشود گفت. اما اون را هم میشود به حساب بزرگترها گذاشت. از بالای دستوری بود به زاهدی که آقا نذاریم این فکر کنه واقعا صاحب قدرته، تو باید اینو خار خفیفش کنی، هر جامعینی بدبخت بعد عاقبت رو به تو سرش بزنی، پشت زن و بچه بش بدی اینا که روی زیاد نشه. یک رادیو هم راه انداخته بودی که از عوامل همین آقای زاهدی و سر و صدا و فحاشی به آقای چیز. خب حالا میگویند که این رو جمهوری اسلامی نوشته. آقا یک دولت وقتی بخواد کار جعل بکند این کارا رو نمیکنه که. اگر جمهوری اسلامی بخواهد کتاب جعلی بنویسد، جاعلان زبردست نمیاد این لاتائلات غیر قابل قبول رو بنویسه. مثل اون پورپیرا رو پیدا میکنه که زمین سازی علمی میکنه
از طریق اداره اطلاعاتشان اینا آدم های باهوش حرامزاده بسیار دارن، اینقدر احمق نیستن بردارن در جمهوری اسلامی همچی چیزی رو بنویسه که هیچ کس هم باور نکن. اما به ذهنیت زاهدی میخورد. حالا از زاهدی من فکر کردم که این عبارت مثلا عبارت زاهدی نیست که میگوید اعلی حضرت به من گفتن که بله اردشیر خان من و پدرم خیلی خدمت کردیم به بریتانیای کبیر و اینها، مطلقا و ابدا و پادشاه سابق اردشیر زاهدی خان نمیگفت، اردشیر خان مطلقا چنین چیزی نیست. تازه این خفت رو به گردن نمی گرفت که شاه ایران که حالا ما نوکر انگلیس بودیم و فلان. رضا شاه هم چون نیک بنگریم و منصفانه نگاه کنیم، از کنم در کتاب سر پرسی لوران اون دیپلمات بزرگ هست که میگوید که از شبت که وقتی شیخ خزعل آمد و گفتیم فرار نکنه اینها، در واقع ما قالیچه را از ایفاش کشیدیم، قرار شد که نماینده من سر پرسی لوران برود و با خزعل دیدار کند. رضا شاه فوش میکشه به هرچه انگلیسی است و اینها و لوران میگوید این مثل اعلان جنگ بود به بریتانیای کبیر و من نامه رسمی نوشتم و معذرت رسمی خواستار شدم. گرچه رضا شاه شب آمد و لبخندی بر لب داشت و معذرت خواهی کرد، اما آبرو ما رو برد. یعنی ضمن این که مرحوم رضا شاه انگلیس ها آورده بودند و هر صورت، اما به محض اینکه به قدرت رسید بدترین رفتار رو با انگلیس ها داشت، بیشترین نفرت رو از انگلیس ها داشت. در همون روزگار جنگ پول نفت ایران رو از اینها به زور میگرفت. اینا هرچی میگفتن آقا ما کشتیامون داره غرق میشه ما نمیتونیم، گفت به من مربوط نیست، این نفت در زمین های ما هست، شما قرارداد داری که از ما نفت بخری پول ما رو باید بدهید. اینا رو آدم حساب نمی کرد. اینها این است که این عبارت که اعلی حضرت به من گفت اردشیر خان ما نمیدونم چی بودیم و نوکر دولت انگلیس بودیم و به خدمت می کردیم و اینا رو نمی شود که در واقع پذیرفت که از پادشاه ایران هست و بقیه مطالب این غیر قابل باور هست. اما عرض میکنم که روی هم رفته به ذهنیت آقای اردشیر زاهدی نزدیک هست. خب آدم میتواند یه چیزی بنویسه و بگه آقا ما نگفتیم که این کتاب جعلیه. این که توهین کردن و در واقع رقبا رو به این صفات متصف کردن، این کار مثل همون کاری که آقای رفیع‌زاده کرد، میشود که ذهنیت آقا باشد که نوشته است. اما آیا این ماجرا اتفاق بیفته؟ مطلقا نه. مثلا هم چیزی نیست پیر مردی مثل نعمت الله نصیری و نمیدونم کیو 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 بیان اونجا این کارا رو بکنن در اون سن که چی بشه. باری اینو خواستم که یک اشارهی کرده باشم به این داستان. یک عبارتی هم اینجا بود، یک لغت رو بنده اشتباه خوندم، چون اینا رو که من در منزل انقدر دقت نمی کنم که حالا یک بارم روحانی کنم و بیارم اینجا. بله حالا اون لغت رو پیدا می کنم که از زبان ما اشتباه بیرون آمد. باری خواستم این مطلب رو خدمت شما گفته باشم. اون کتاب دخترم فرح هم که گفتن جعلیست، اونم باید بیاد بررسی بشه با حقایق امور، ببینیم که آیا جعلی هست یا جعلی نیست. چون آدم زنده رو که نمیشد برای جعلی نوشت که نوشته های علم به عنوان مثال اون اوائل شنوگن جعلیست، آقا این جعلیست، نه بابا جعلی چه جعلی. شما میایی تمام سخنانی که این مرد نوشته اسنادش نه تنها هست، تاریخاش با وقایع اون روزگار وفق میکنه، تمامش دقیقه، تمامش دقیقه. گرچه
مایه کار چیزی نیست واقعا، همش داستان نمیدونم اون خانم از فرانسه آوردن و دو تا دیگه از فلان آوردن و در کیشکه بودیم سه تا خانم بود هواپیمای ارتشی آوردن و از اینجور چیزهاست، اما مطالب مهم هم درش هست. یعنی میشود دید در پس پرده خب چه ذهنیت ها بوده و چه کارها میکردن. اون هم یه مدتی میگفتن آقا این جعلیست اون جعلیست و اینا. بایستی که یک آدمی که حوصله داره و وقت داره بنشینه اینها رو بررسی بکنه، ببینه آقا جعلیات کجاست و غیر جعلی ها کجا هستن. استاد اعظم اون یک نفر انگلیسی مرموز به نام سر کریستوفر فرای بود که در تهران زندگی میکرد. بعد لوژهای تابع تشکیلات فرانسه اینا. بعد میگن متاسفانه در زمان استادی اعظم دکتر سعید ماله کارهای زشتی هم در این کلوب انجام میشد. اردشیر زاهدی رو بنده نمیگم، کتاب آقای اردشیر زاهدی است نزدیکترین به فرد به پادشاه سابق ایران. پدرش هم در واقع رئیس کودتا بود، در زمان رضا شاه شاغل بود، فرماندار نظامی اهواز بود، در واقع سپهبد زاهدی که خیلی مشهور هست و میشناسید و اینا. بعد اردشیر هم به خاطر خدمات پدر به دستگاه نزدیک شد، داماد شاه بود و تا این اواخر هم عرض میکنم که آخرین شغلش هم سفیر کبیر ایران در آمریکا بود. من ایشون رو از نزدیک بسیار دیدم، آقای اردشیر زاهدی. بله یک آدم لوتی مسلکی بود در واقع، میتونم این تا این حد بگم. خیلی خوب، میگوید که متاسفانه در زمان استادی اعظم، آخه این فراموشی ها یه شغلی داشتن مقامتشون هم استاد اعظم، دکتر سعید مالک کارهای زشتی هم در این کلوب انجام میشد و از جمله اعضای جدید که میخواستند به عضویت لوژ فراماسونی فرانسوی در بیایند بدون رعایت سن و سال یا هر قید و بندی باید در جلسه با حضور شورای عضوگیری حاضر شده و در ملاء عام به شخصی که توسط شورا به محل آورده شده بود و او هم از کلوب لواط بدهد. به به به، عجب 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 جای بوده. یعنی یه کسی که یه کسی معرفی میکرد که من درست فهمیده باشم، میگو آقایون این آقا رو بردم عضو لوژ کنم، این آقا مثلا نمیدونم فلان چیزه سپه بوده یا حالا هرچی هست، بعد اون آقا باید به این آقا لواط بده در حضور جمع. ماشاءالله ماشاءالله، خیلی خوب. این افتضاح را دکتر سعید مالک پایه‌گذاری کرده بود و از آن لذت زیادی می برد. رسوایی کلوب فرانسوی به جای رسیده بود که در محافل و مجالس اون زمان برای تخفیف دادن اشخاص اینجا خب حالا ایشون خود فارسیش هم خب قوی نیست دیگه، به هر حال حالا انگلیسیشون هم خیلی خوب نبود. تخفیف دادن اشخاص یعنی حقیر کردن آدم ها. و یا سر به سر گذاشتن از اونها میپرسیدن آیا شما عضو کلوب لوژ فرانسوی هستید؟ و یا میگفتن خوب است شما با این سر و شکلی که دارید یک سری به لوژ فرانسوی بزنید، مطمئنا مورد توجه قرار خواهید گرفت. من اوایل این حرفها باورم نمیشد تا اینکه یک روز رو را سفت کردم و از آقای ارنست پرون سوئیسی که او هم عضو لوژ فرانسوی بود در مورد این شرط عجیب و عضوگیری سوال کردم. ارنست پرون که خودش یک محفل همجنس بازی در میان رجال و درباریان تشکیل داده بود، تو رو خدا فکرش بکنید، تو رو به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر، این آقای ارنست پرون مدت های مدید در ایران بود و در دربار بود. خب مطلب را با آب و تاب فراوان برایم تعریف کرد و معلوم بود از شرح این اعمال قبیح لذت میبرد. هویدا، اینا اعضایی بودن که میرفتن اونجا لواط میدادن، هویدا دکتر غلامرضا کیانپور، برادر هویدا فریدون، عبدالمجید مجیدی، ارتشبود نعمت الله نصیری. چه ارتشبودی، چه ارتشبودایی داشتیم، وای وای وای. یه خروس می‌دیدن یه سوراخ می‌خریدن که بتپن توش از ترس خروس. گفتی ارتشبودی که بره لواط بده دیگه، شما فکر شو. ارتشبود نعمت الله نصیری، محمد علی قطبی، اینا رو ارتش زاهدی میگه، بنده نمیگه، بهرام مشیری، آقایون شاهیان، شاهیان عزیز، طرفداران سلطنت،
طرفداران استبداد، اینا رو بنده نمیگم. آقای اردشیر زاهدی، حالا که شما از اردشیر زاهدی مطلع تر هستید و به شاه نزدیک تر بودید و به دربار نزدیک تر هستید، اعتراض کنید. اگر هم نیستید اعتراضتون رو بکنید به آقای اردشیر زاهدی، نه بنده. خب اردشیر نمیدوان محمد علی قطبی، ارنست پرون سوئیسی. فرمید، خواهش میکنم. الو، سلام عرض میکنم خدمت آقای کاردان و استاد مشیری. درود بر شما قربان. که من از دانش ایشون خیلی یاد گرفتم. فقط یه انتقاد کوچیک دارم که یک بارم زنگ زدم به دفترشون، خانم هنگام افشار طوری با من برخورد کرد که من از پشیمون شدم از زنگ زدم. چه بود قربان داشتم؟ جناب مشیری که همیشه دم از آزادی و میزنم، یک بار یا دو بار تو برنامه آقای میبودی ما دکتر علی میرفتروس رو دیدیم که اومد انتقادی از برخوم دکتر مصدق رهبر آزادی خواه ایران کرد، چنان ایشون برآشفته شد و چنان پرخاش کرد و ناسزا به آقای دکتر میرفتروس گفت که من اصلا شده شدم و موندم که این چه نوع آزادی خواهیه که یه نویسنده بزرگ مثل دکتر میرفتروس اینجور به خواری و خفت شد. متشکر میشم اگه جواب بدن. با ایشون هم با درود بر شما عزیزم، پیداست شما هم یکی از طرفداران استبداد هستین. خب استبداد هم خودش یه شیوه هست. پیداست شما یکی از دشمنان دکتر مصدق هستین، درود بر شما، چون هم خودش یک شیوه هست. اما آقای نمیدونم دبیران دکتر کسی نیست، من نمیدونم تحصیلات ایشون دکترا نبوده. آقای میرفتروس، آقای میرفتروس آمد جعلیات گفت، سخنان بیهوده گفت. آقای امینی هم جوابشون داد. بنده هم در اون یک جلسه بعد از صحبت ایشون گفتیم آقا این بحث غلط است، این بحث نادرست است، مجادله و مکابره در سخن هیچ اشکالی نداره که من و شما با صدای بلند با هم بحث کنیم، بعدم بدون این که کینه شخصی داشته باشیم از هم جدا بشه. این است که اگه شما فکر میکنید که ایشان خیلی عالم عالی مقام عالی جنابی است، من فکر کنم انگیزش از اونجاست که شما هم دشمن دکتر مصدق هستین، من میدونم، و آزادی مردم هستین. خیلی خیلی با پوزش از شما عرض میکنم دوست محترم. بذارید ببینیم هم بی پرده صحبت کنیم، من دیگه رو میشناسیم. بفرمایید. آزادی فرهنگ هستیم و خوب میدونیم که بفرمایید. خواهش میکنم. به علی میرفتروس فحاشی شد به خاطر این کتاب. تصویر شماره 6 رو هم میبینیم که بهتر دیده بشه. خواهش میکنم تصویر شماره 6 کارگردان عزیز. دکتر محمد مصدق آسیب شناسی یک شکست، این کتاب چاپهای دیگری هم داره، من این جلدش رو الان دارم. در این کتاب بسیار محترمانه درباره آقای محمد مصدق صحبت شده و کوچکتری نه، تصویر شماره 6 همین رو بذارید باشه. خواهش میکنم اگه شما تونستید یک کلمه توهین‌آمیز از اساءه ادب به مرحوم دکتر محمد مصدق در این کتاب پیدا کنید، من همین الان، چون میدونم خیلی هم آرزوشون اینه، دیگه در این تلویزیون برنامه انجام نخواهم داد. اگه تونستید یک کلمه اساءه ادب توهین به مرحوم دکتر محمد مصدق در کتاب علی میرفتروس دکتر محمد مصدق آسیب شناسی یک شکست پیدا کنید. در کمال ادب و نزاکت از ایشون حتی تقدیر شده در این کتاب، انتقاداتی هم بوده. من این رو برای آینده ایران مضر میدونم که کسانی رو دعوت کنند و اون کسان بشینن و در پاسخ یک تلفن به علی میرفتروس جائل تاریخ بگن. سپاس از این تصویر. بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، من در دورانی که حلاج رو به دار میکشیدن زنده نبودم. زمانی که این آقایون مصدقی میرفتن و آرامگاه رضا شاه بزرگ رو با الله اکبر و صلوات تخریب کردن کودکی بیش نبودم. من در مصر هنگامی که پادشاه ایران اشک ریزان از دنیا میرفت زنده نبودم.
ولی به قبر پدرم سوگند، به قبر نیاکانم سوگند، به مادر بزرگم که عاشقانه دوستش دارم سوگند میخورم. تا روزی که زنده باشم اجازه نمیدم این کسانی که سال 57 مملکت من رو به نجاست کشیدند، به همین واضحی میگم، بشینن و استبداد جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور با امکانات مالی و امکانات تبلیغاتی و باندهای دوستی که دارن انجام بدن. اگه کسی فکر میکنه که من به خاطر اینکه جلوی دوربین باشم خودم رو سانسور میکنم، من رو نشناخته. واضح بود صحبت هم؟ میخوام اشاره به موضوعی داشته باشم و توضیحاتی در اون رابطه بدم، و چون از نظر من وظیفه در واقع ملی میهنی هر ایرانی وطن دوستی است که یا میهن دوستی است که وقتی میبینه که اتهامی به یک شخصیت بسیار بسیار محترم وارد میکنن، در واقع از اون شخصیت دفاع بکنه و واقعیت رو توضیح بده برای مردم که گیج نشن. و این موضوع در رابطه با این اتهام رو آقای بهرام مشیری در برنامه یکی از این تلویزیون‌های فارسی زبان، تلویزیون‌های لس آنجلسی که میهمان بودن، به آقای استاد گرامی آقای دکتر علی میرفتروس وارد آوردن. دکتر علی میرفتروس دانشمند بسیار بسیار ارزنده ایران هستند، پژوهشگر، محقق و کتاب‌های متعددی نوشتن. ملاحظه می‌کنید که همه این کتاب‌هایی که ایشون نوشتن بسیار بسیار مستند هست، یعنی منطقی و بر پایه اسناد معتبر تاریخی نوشتن. ملاحظه می‌کنید. و جریان این بود که بیننده‌ای روی خط تلفن اومد و به آقای مشیری در واقع اعتراض کرد، در کمال ادب بیننده هم صحبت میکرد، نهایت ادب صحبت کرد و گفتش که چرا به آقای دکتر میرفتروس توهین میکنید و اتهام میزنید، اینا توهین میکنید و یه هم چیزی به هر حال. که یک مرتبه آقای مشیری دوباره شروع کرد که مطالب این جعلیات دکتر، این مطالبش جعلیات، و بعدم برگشت گفت از طرفداران استبداد، به اون بیننده هم که تلفن زده بود گفت شما هم از طرفداران استبداد. خب ببینید این طرز رفتار درست نیستش. دائما هم این آقای مشیری و همونطور اون برنامه ساز دم از آزادی و دموکراسی میزدن که ما برای آزادی اینجا هستیم، برای دموکراسی اینجا هستیم، ولی کوچکترین تحمل انتقاد رو ندارن. انتقاد که نکردن ازشون، گفتن چرا توهین میکنید، یعنی اجازه نمیدن که کوچکترین واقعیت های تاریخی در رابطه با آقای دکتر مصدق بیرون بیاد. بلا فاصله شروع میکنن به توهین کردن، بی احترامی کردن. جعلیاته یعنی چی؟ یعنی اینکه که انسانی مطلبی رو از خودش دروغ در بیاره بگه. به فرهنگ عمیق من مراجعه کردم، دیدم درست همینو میگه، میگه مطلبی که واقعیت نداره از خودت به دروغ در بیاری بگی، این دیگه توهین نیستش، این در واقع اتهامیه که بار حقوقی داره شما با آقای دکتر علی میرفتروس وارد میکنی. باید ثابت کنید که مطالبی که ایشون گفته دروغ از خودش در برده گفته. همینطور که نمیشه هرچی دلتون میخواد به همه بگید. که میگم دکتر علی میرفتروس کتاب‌های بسیاری نوشتن، در همون بحبوحه انقلاب در سال 1357 کتاب اسلام شناسی نوشتن که تب اسلام همه رو برداشته بود در اون دوره. کسی جرأت نمی‌کرد حرفی در این رابطه بزنه که ایشون روشنگری کردن در واقع تا بتونن شاید این مردم رو از این به سوی این چاهی که دارن میرن جلو به در واقع هشدار بهشون بده، خطر کردن ایشون. و کتاب‌های بسیار دیگری دارن.
ولی ناراحتی بیشتر از همه آقای دکتر آقای مشیری نسبت به آقای دکتر علی میرفتروس، این دانشمند بسیار محترم ما، به خاطر نوشتن این کتاب دکتر مصدق آسیب شناسی یک شکست هستش. این کتاب ببینید، دکتر مصدق آسیب شناسی یک شکست از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی 50، فکر میکنم اگه درست میگم، بله انقلاب اسلام لازم کنید. این کتابی است بسیار بسیار مستند منطقی و آقای دکتر علی میرفتروس در نهایت ادب و احترام، همونطور که شیوه همیشگی ایشون هستش، این کتاب رو نوشتن و کوچکترین توهین یا بی احترامی به آقای دکتر مصدق نکردن و اون چه که ایشون گفتن تمام برپایی اسناد معتبر تاریخیه و واقعیت های تاریخ رو گفتن. آقای مشیری میخواد هیچ کس نگه بالای چشم آقای دکتر مصدق ابروه، که اینا هرچی دلشون میخواد بگن. تنها آدم دموکرات از نظر ایشون در کل تاریخ مملکت ما دوی آقای دکتر مصدق، که عکسش رو قاب کردن گذاشتن. ما دیگه هیچ آدم دموکراتی در این کشورمون نداشتیم که از نظر من ابدا هم ایشون دموکرات نبودن، که حالا اون بحث من نیستش فعلا بخوام توضیح بدم. ولی این کتاب آسیب شناسی یک شکست به تمام معنا واقعیت‌های تاریخی رو ایشون در نهایت احترامی که به آقای دکتر مصدق گذاشتن نوشتن. تمنا می‌کنم این کتاب رو تهیه بکنید و بخرید. من به آقای از آقای باقری دوست گرامی الان خواهش می‌کنم این کتاب رو تهیه کنن بذارن در برای فروش، که هم بینندگان واقعا سطح آگاهیشون بسیار بالا میره با خوندن این کتاب و هم اینکه کمکی هم به تلویزیون شده باشه. بسیار بسیار کتابیست بسیار معتبر و مستند و منطقی، برای همینم خواندنش رو به یکایک شما بینندگان پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونید. به نظر من واقعا آقای مشیری بایستی که معذرت بخوان از آقای دکتر میرفتروس، یعنی معذرت خواهی به ایشون بدهکارم. یعنی چه؟ این چه طرز بیانه؟ هی هم میگن ما طرفدار آزادی هستیم، اینطوری طرفدار آزادی هستیم؟ تا بیننده اومد یک کلمه گفت چرا تو این میگی، گفت ترش شما بودی طرفدار استبدادی، به خود بیننده هم گفتی طرفدار استبدادی. یعنی هر کی بیاد دو تا کلمه واقعیت در رابطه با نظام گذشته بگه اون طرفدار استبداده، همش سیاه بوده. اونجور که شما دوست دارید میخواید همه سیاه باشه دیگه، اینو میخواید. هر کی هم حرفی میزنه همه اتهامات رو میزنید. به منم قبلا خیلی اتهام زدید، با اسمم با نامم، موقعی که در تلویزیون آزادی بودم، موقعی که دوباره به NITV برگشته بودم، ولی من اهمیتی ندادم، هیچ وقت پاسخم نمیدم. الانم در رابطه با من اگر گفته بودید من هیچ برو خودم نمیبردم، ولی دیگه با دکتر علی میرفتروسم بله. ای بابا، اگر آقای مشیری معذرت نمیخوان از آقای دکتر علی میرفتروس، دست کم اون برنامه سازی که ایشون مهمونشون بود و جلوش رو نگرفتن که توهین نکنن با آقای میرفتروس، دکتر میرفتروس، ایشون معذرت خواهی بکنن از آقای دکتر میرفتروس. واقعا باید این کار بکنن؟ یعنی چی؟ دیگه در این توهین و بد و بیرا و اینها نیستش. متهم میکنید شما رو به یه عملی، ایشون رو به عملی که هرگز انجام نداده در طول عمرش. بیارید کتاب همین آسیب شناسی شکست رو خود شما آقای مشیری بخونید، به طور مستند بگید کجاش غلطه، کجاش رو ایشون جعلیات کرده، جعل کرده، دروغ گفته.